این بخش بزرگی از مردم به این انتخابات نگفتند. آیا پیام این بخش توسط حاکمیت شنیده شد؟ البته اگر ملاحظه هم در مورد صحبت‌های آقای ذوالفقاری دارین میتونید بفرمایید. ایشون به امنیت حکومت عمدتاً اشاره کردن، نه به امنیت مردم، امنیت روانی مردم. اینو وصل کنم به سوال شما، اونایی که شرکت نکردن امنیت روانی نداشتن، چون در حقشون نمیتونن استفاده بکنن. پایین‌ترین آمار مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، یعنی یه بخش مهمی از مردم امنیت روانی ندارن در این کشور. و مهمتر از اون، این حکومت ادای این که پایگاه رأی نداشتن و کم رأی بدین هم مهم نیست در میاره. ولی حکومت که یک متحد استراتژیک در جهان نداره، به قول مردم کوچه خیابون میگه اگه یه روز ما اینا رو بدوونیم جایی ندارن برن. نمیتونه بدون خود آقای خامنه‌ای یه روز قبل انتخابات گفت که انتخابات خیلی مهمه، مردم بیان از نظام حمایت کنن. حالا نکته دیگه‌ش هم این که این نظام همیشه افتخار میکنه فقرا با ما هستن. از دی ماه 96 و آبان 98 و همین صندوق‌های رأی، اینا یه جرأت میکنن رأی خوزستان رو دقیق و بدون ضریب اعلام کنن، رأی بلوچستان رو، رأی کردستان رو به ویژه. جرأت داریم واقعیش رو بگیم. خبرگزاری فارس میگه 8.5، تلویزیون رسمی میگه 5 میلیون. خب این تردید میاره. فقرا کمتر رأی دادن نسبت به گذشته و این تو دل حکومت رو خالی میکنه. خودش میبینه که داره ریزش میکنه. در درون خودش مخالفینی دارن زیادتر میشن. فلان آیت الله تردید پیدا میکنه، آقای امجد میگه رأی ندین، برخی اصولگراها میگن که این با این چینش شورای نگهبان شما شیرینی ما رو تلخ کردین. اصلا نوع نقشه مهندسی که چیدن اینا همه ناشی از هراس، ناشی از قدرتمندی نیست. شما از مردم میترسید، حتی لاریجانی رو حس میکنید. یک نقشه، یک مسیر یه طرفی رو چیدین که ما همینجوری واردش بشیم، از اونور آقای رئیسی بیاد بیرون. این از گلدوری نیست، گلدور نمایی میکنین، از نگرانی، این از هراس از مردمه. من یه نکترم بگم به عنوان آخرین نکته، منتظرم آقای کروبی اون چیزی رو که قبلا گفت من بعد انتخابات میگم، الان وقتشه که بگه چه منظوری داشت.